امیدوارم که خوب باشید، سرحال باشید، شادکام باشید. همواره در طول 7 ماه گذشته در تلویزیون آریامهر، قبل از اون در تلویزیون آریا، قبل از اون در تلویزیون پیام آزادی، قبل از اون در شاهراه اطلاعاتی پلتاک و در هر کجا که بودم در طول سالیان گذشته به این امر پرداختم که رژیم اشغالگر اسلامی، یک رژیم فاشیستی دینی و یک رژیمی است که این رو بر ملت ایران ابرقدرت ها استعمار و استثمار حکومت های استعماری و استثماری که مثل زالو بر تن ملت ایران، بر کشور ایران نشستن و خونش رو میمکند، به ما تحمیل کردند در یک فتنه کور، در یک کودتایی که در گوادالوپ طرحش ریخته شد، در یک توطئه جهانی یک مشت جنایتکار و مفتخور رو، یک مشت خرافه‌گرا رو، واپسگرا رو به ملت ایران تحمیل کردند و آنها هم برای استمرار و بقای خودشون دست به هر جنایتی که در تاریخ بشریت میتونسته ممکن باشه زدن و تا به امروز هم با از میان برداشتن بیش از 3-4 میلیون نفر ایرانی، نابودی اقتصاد ما، فرهنگ ما، نسلهای ما با زور چاقو و با آلات قتاله سرد و گرم وایستادن و به خونخواریشون ادامه دارن میدن. در تمام صحبت هام همواره رژیم اسلامی رو یک رژیم اشغالگر نامیدم که از زمانی که اینها پاشون رو به قدرت گذاشتن تا به امروز ما کوچکترین منافع ملی در کشورمون نداریم. یعنی کشور ما مورد حمله قرار گرفته، کشور ما اشغال شده، رژیم اسلامی یک دشمن داخلی است که توسط دشمن خارجی داره هدایت میشه. متاسفانه راز بقای این رژیم خونخوار فاشیستی دینی، رژیم مرگافرینان اشغالگر اسلامی، در بسیاری از موارد وقتی جستجو میکنید خود ما ایرانی ها هستیم. روشنفکرانمون، سیاستمدارانمون، اندیشمندانمون و اونهایی که حالا چه اشتباه کردند، چه اشتباه محاسبه کردند، چه خیانت کردند، چه عقده و حسد ورزی وادارشون کرد تا با رژیم پادشاهی در بیفتن و تن به هر حقارتی بدن، حتی زیر عبای کثیف در این قشر اجتماع ایران یعنی روزخانه ها برن، و در طول 30 سال گذشتم برای اینکه این جرأت رو، این غیرت رو، این مردانگی رو نداشتن یا این شیرزنی رو که بیان اعتراف کنن در پیشگاه مردم که اشتباه کردند، حالا اگر نگیم خیانت کردند، برای اینکه این کار رو نکنن چون نه جربزه این کار رو نه پتانسیل این کار رو داشتن، به خیانت خودشون یا اشتباه خودشون دارن ادامه میدن و متاسفانه روزمرگی ما، شوربختی ما ایرانی ها همین عداوت و دشمنی و کینه و عقده های همین آدم هاست، همین طیف ها، همین ایدئولوژی های سیاسی است، همین روشنفکران و همین رهبران خودمحور و خودخواه سیاسی است که اینها تونستن تا به امروز بمونن. برای اینکه یک قلم به شما ثابت بکنم که این رژیم به فکر منافع ایران نیست، این رژیم از ایرانی نفرت داره، این رژیم منافعش منافع ملت ایران نیست، این رژیم منافع ملی ما رو به نابودی کشیده و هر نیروی، هر قدرتی، خصوصا اگر اون نیرو و قدرت ملت ایران باشند در جهت سرنگونی این رژیم، چه بهتر. هر کی بیاد به هر قیمتی با هر هزینه‌ای بجز تجزیه ایران اینها رو نابود کنه، باید دست و پای اون نیرو رو بوسید. بگذاریم توده‌ای و اکثریتی و مارکسیست و لنینیست و مجاهد و نمیدونم ملی مذهبی و جبهه ملی و مصدقی و تمام اینها که این رژیم رو روی کار آوردن یا باعث و بانی روی کار آمدن این رژیم بودن، تا صحبت از حمله نظامی خارجی میشه، تا صحبت از
شورش های مسلحانه میشه، یا صحبت از تظاهرات و یا جنبش ها و خیزش های خشونت آمیز میشه. نه 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 حمله بشه، نه تحریم بشه، نه خیزش بشه، نه جنبش بشه. بشینیم تحمل کنیم، تحمل کنیم، تحمل کنیم، یعنی بقای این رژیم. چرا؟ چون منافع ملیمون در خطر. مگه ما منافع ملی در 30 سال گذشته داریم؟ نفتمون و گازمون و زندگیمون و شرفمون و حیثیتمون و همه چیزمون رو بردن، به باد دادن، نابودمون کردن، بچه‌هامون رو معتاد کردن، زنامون رو به فحشا کشیدن، کشورمون رو، دریای خزرمون رو، منابع طبیعیش رو تجزیه کردن، همه چیز رو دادن رفت، قراردادهای ننگین تر از ترکمنچای گلستان، 1001 جور قراردادهای نامشروع، به خاطر اینکه کمیسیون بگیرن، به خاطر اینکه جیبشون رو پر کنن، به خاطر اینکه باج بدن به اونهایی که سر کارشون آوردن. منافع ملی وجود نداره. یک رژیم مافیایی تروریست پرور مرگافرین کشور ما رو اشغال کرد. زمامداران کشور ما بیش از اونی که فقط یک شناسنامه ایرانی داشته باشن تازی صفتن، اسلامیستن. براشون اول اسلام، بعد ایرانه. تازه ایران هم بعدش نیست. ملت ما نیستیم، ما به چشم اینا امتیم، ما به چشم اینها حقیریم، کوچکیم. 75 میلیون ایرانی حرفش از حرف سید علی خامنه‌ای شیره‌ای ارزشش کمتره، چون اون نماینده اللهه، رفیق امام زمانه، نایب امام زمانه، و ما 30 سال نشستیم تحمل. زور نگیم، خشونت نکنیم، مبارزه مسلحانه نکنیم، خارجی بخواد حمله کنه نامردیم، جلوش نیستیم مثل داریوش همایون، ما باید بریم مثلا حتی اقل سپاه پاسداران بیستیم، از کشورمون دفاع کنیم. و از این گونه مسائل یک رژیم به غایت مافیایی اومدن آقا کشور ما رو اشغال کردن. رئیس نمیدونم قوه قضاییه ما، قضاییمون عرب، عراقی، رئیس نمیدونم کجامون هندی، اون اونوری، اون اونوری. کدوم منافع ملی؟ در طول 30 سال گذشته 1001 حادثه، 1001 خبر، 1001 عمل از این رژیم دیدیم که باعث که آدم رو وامی داره یک ثانیه دیگه شک نکنه که کشور ما اشغال شده. اصلاح طلب چیه؟ اصولگرا چیه؟ اون بی پدر و مادر کیه؟ این حرومزاده کیه؟ اینا همه با همن، همه تنیده در همن برای بقای رژیم خونخارشون که مثل یک اژدها میمونه. روزی چند ده نفر رو باید، ایرانی رو تو دهن این اژدها بندازن، منافع ملیش و نفتش و گازش و مسش و قلعش و نمیدونم سربش و نقرش و هرچی که از باید تاراج کنن. کشور ما رو گرفتن، اشغالش کردن. به قول رفسنجانی ما اسرای جنگی هستیم، ما غنیمت هستیم در دست اینها. به قول رفسنجانی یه بمب اتم اگر اینا رو اسرائیل بندازن نابودش میکنن، اونا اگر چند تا بندازن 20 میلیون مسلمان میمیرد. بسیاری از مسائل، 99% مسائلی که در طول این 30 سال گذشته در این رژیم گذشته بر مردم ما، بر کشور ما غیر عادی بوده. تمام کارهایی که اینها کردن تعجب یک انسان رو برمی انگیزه. انسانی نیست، یک ایرانی با شناسنامه ایرانی وجود نداره که میلیون ها سوال درش در طول 30 سال گذشته اگر یک جو شرف و غیرت داشته باشه برانگیخته نشده باشه. سوالاتی که در طول 30 سال گذشته حضور فعال در ذهن آدم های با شرف، با ارق ملی، ناسیونالیسم ملی داره، و تا این سوال ها پاسخ داده نشه انسان یک لحظه آرامش نمیگیره. مگر اینکه به قول صحبت های دیروزم یا پریروزم بگه ما غیر سیاسی هستیم، ما با سیاست کاری نداریم، ما که اومدیم بیرون گوره پدر مردم، گوره پدر هر چی میگذره، سالی 2-3 بارم میریم اشغالمون رو میکنیم، دیزی و چلو کباب و نمیدونم باقالیمون و اینمون و اونمون رو میخوریم و خانم بازیمون هم میکنیم، کسافت کاریمون هم میکنیم و برمیگردیم میام یکی رو میشونیم، سالی 2-3 دفعه